بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان عزیز، امیدوار هستم در صحت کامل باشید. من محسن زینعلی هستم و موضوعات مربوط بر ریاضی صنف دهم را کار میکنیم. آخرین موضوعاتی که مربوط بر ریاضی صنف ده خوانده شد، موضوع جالب میل خط مستقیم بوده. درس امروز ما از ریاضی صنف دهم معادله یک خط مستقیم هست. شاگردای عزیز، بسیاری از روابط در زندگی روزمره و طبیعت هست که اگر ما گراف او رابطه را رسم کنیم، یک خط مستقیم به دست می آید. یک مثال در این قسمت برای شما انتخاب کردیم، مثالی است که گراف از او معادله یک خط مستقیمه و او مثال گراف مربوط به مصرف کردیت کارت است. شاگردای عزیز، ما اینجا دو تا محور در نظر می گیریم. یک محور زمان هست با دقیقه و محور دوم هزینه هست. خب اگر یک نفر 10 دقیقه صحبت کرده باشه، 10 دقیقه گپ زده باشه، مقدار مصرف و هزینه کردیت 20 افغانی شده. اگر این بار امی شخص 20 دقیقه گپ بزنه، مصارفی که هست 30 افغانی هست. پس مختصات 20 دقیقه و 30 افغانی این نقطه رو مشخص میکنه. خب حالا اگه 30 دقیقه گپ بزنه، هزینه را گفته 40 افغانی هست و این نقطه سوم است که بعد از آمد. اگر ما این نقاط به یکدیگه وصل کنیم، یک خط مستقیم بعد از میایه. اگر هر سه نقطه روی یک خط مستقیم واقع بود، در درس قبلی خواندیم که میل های مساوی داره. خب معادله خط مستقیم حالت های مختلفی را داره که سه حالت موضوع درس امروزیه. حالت اول، معادله خط مستقیمی که موازی با محور X باشه. خط موازی با محور X کدام محور را قطع میکنه؟ آفرین، محور وای را قطع میکنه. خب تمام نقاطی که بالای خط مستقیم الواقع باشند از محور X فاصله های مساوی دارن، همون فاصله که به B نشان دادیم. خب ما به خاطر از این که معادله خط را به دست بیاریم، حالت هایی را که در نظر میگیریم. وای مساوی به B. اگر B بزرگ از 0 بود، خط بالای محور X. اگر بی کوچکتر از 0 بود، خط پایین محور ایکس. اگر بی مساوی 0 بود، خط بالای محور ایکس واقع هست. مثالی که در این قسمت آمده، معادله خط مستقیمی را که از نقطه 2 و 3 میگذرد و با محور ایکس موازی میباشد را دریابید. معادله خط مستقیمی را گفته بعد از بیار که از نقطه 2 و 3 میگذره، ایکسش 2 وایم 3. خب کدام محور قطع کرده؟ محور وای را قطع کرده. در کدام نقطه؟ در نقطه 3. پس فرمول سوال وای مساوی با 3 هست. شاگردای عزیز، بسیار موضوع ساده ای هست. معادله یک سوال من نوشته میکنه، سوال به این صورته: معادله خطی که موازی با محور X بوده و از نقطه منفی 2.4 میگذرد کدام است؟ خب سعی کنید، موازی به محور X، وقتی خط موازی به محور X بود، وای را قطع میکنه. وای اینجا 4ه، پس 4 وای مساوی 4 جواب سواله. گراف از کجا گذشته؟ منفی 2 و 4، 1 منفی 1 منفی 2، 1 2 3 و 4، منفی 2 و 4 این نقطه هست. این نقطه خط از این نقطه میگذره. این خط وای مساوی با 4 معادله همین خط هست. پس اگر خط موازی به محور X بود، قیمت وای جواب خط هست، معادله خط را نشان میده. خب حالت دوم،
معادله خط مستقیمی که با محور وای موازی باشه، محور وای هست و خط موازی با محور وای هست. این بار خط از محور وای فاصله های مساوی را داره، خط محور اکس را قطع میکنه. فرمول حل سوال اکس مساوی به ای، معادله خط اتو یک فرمول را داره. اگه ای بزرگ از صفر بود، خط طرف راست محور وای هست. اگر ای کوچکتر از صفر بود، خط طرف چپ محور وای هست. اگر ای مساوی صفر بود، خط روی خود محور وای هست. مثال ای قسمت را سعی کن معادله خط مستقیمی را دریابید که از نقطه 2 و 3 میگذرد و با محور وای موازیه. گراف سوال همی است. گراف سوال محور اکس را در نقطه 2 قطع کرده، وای هم گفته شده 3. خب این بار به خاطری که محور اکس را قطع کرده، اکس مساوی 2 میشه معادله خط. اکس مساوی 2. و حالت سوم معادله خط، معادله خط مستقیمی که میل و نقطه تقاطع آن با محور وای معلوم باشه. نقطه تقاطع با محور وای معلوم باشه که البته معلومه اینجا اکس صفر است و وای هم بی. یک نقطه دیگه معلوم هست، یک نقطه دیگر هم ما در نظر میگیریم، یک نقطه دیگر معلوم بوده پی اکس و وای، و زاویه هم داریم، زاویه تیتا هست. معادله خط را بعد از بیاریم. شاگردای عزیز با در نظر داشته این دو نقطه میل چطور بعد از میارید؟ با در نظر گرفتن همین دو نقطه‌ای که ما داریم، یک نقطه نقطه پی که اکس و وای هست، اکس و وای، و نقطه دیگه نقطه سی که صفر و بی هست، میل بعد است بیاریم. میل مساویه به وای دو منفی وای یک بی منفی وای بر اکس دو منفی اکس یک بر صفر منفی منفی اکس. خب میتونیم هر دو طرف ضرب یک منفی بزنیم، کسر معادل به دست میایه، وای منفی بی بر مثبت اکس منفی صفر. خب وای مساویه به، البته با معذرت، ام مساوی است به وای منفی بی بر اکس. اگه طرفین وسطین شوه، یک ضرب وای منفی بی، خود وای منفی بی، وای منفی بی و ام ضرب اکس هم ام اکس، منفی بی رو او طرف انتقال میدیم، وای مساویه به ام اکس جمع بی. اگر میل خط معلوم بود و تقاطع با محور وای، از این فرمول استفاده میشه، به جای ام میل خط و به جای بی هم تقاطع با محور وای را قیمت گذاری میکنیم. اگر خط از مبدا گذشته باشه، از مبدا سیستم کمیات وضعیه، یعنی بی صفر است و معادله خط وای مساوی به ام اکس، جمع بی که قیمت بی صفر است به مو دلیل نوشته نکدیم اوره. خب به خاطر درک بهتر این موضوع سوالاتی را انتخاب کردیم. این سوالا با استفاده از همین درس باید حل شود. مثال 3 هست. معادله خط مستقیمی را دریابید که میل آن 2 و محور وای را در 5 قطع کنه. خب گفته شده که میل خط مساوی به 2 هست. محور وای را که همو بی شوه در 5 قطع میکنه. فرمول وای مساوی به ام اکس جمع اچ. قیمت گذاری وای مساوی قیمت ام 2 هست، 2x جمع بی یا جمع اچ فرق نمیکنه، تقاطع با محور وای، بی هم خب قیمتش 5، 2x جمع 5 میشه جواب سوال. بخش بی یک نکته داره، باید دقت شه، محور وای را در 4 بر 3 قطع میکنه و عمود بر خطیه که میلان منفی 6 میل خط را نداده، میل خط عمود را داده. پس ما ایتو میگیم که میل وقتی عمود باشه، میل اولی ضرب میل دومی مساوی به منفی 1. مثال از میل اولی معلوم نیست،
ولی خط عمودش گفتم میلش منفی 6 مساوی با منفی 1 خودش، هر دو طرف را به منفی 6 تقسیم کنید میل مثبت 1 بر 6 و تقاطع با محور وای هم 4 بر 3 هست. فرمول حل سوال: وای مساوی با ام اکس جمع بی، قیمت ها را وزن می کنیم. وای مساوی ام، قیمت ام 1 بر 6 به دست آمد، اکس جمع بی، قیمت بی هم 4 بر 3. این معادله خطی هست که محور وای را در 4 بر 3 قطع می کنه و عمود بر یک خطی هست که او خط دوم میلش منفی 6ه. این خط مثبت 1 بر 6 که اگه 1 بر 6 و منفی 6 ضرب شوه همون میل منفی 1 را بر ما میده. شاگردای عزیز، موضوع درس امروز ما معادله خط بود. سه حالت را خواندیم: اگه خط موازی به محور x باشه، اگه خط موازی به محور y باشه و اگر میل و تقاطع با محور y معلوم باشه. به خاطر درک بهتر موضوع حتما سوالات کار خانگی را کار کنید. شاگردای عزیز، تشکر که تا این لحظه را با ما بودید. تا برنامه بعد، خدا حافظ و ناصرتان.